هموطنان عزیز با سلام و درود، امروز یک بار دیگر کابل و تراژدی سرنوشت خود به گریه افتاد. عملی تروریسم به آرایشگاه کابل هجوم بردن. همزمان دکتر زلمه خلیلزاد دومین آش زهری خود بر افغانستان معرفی کرد و همزمان در قطر تئاتر زنان پروژه‌ای در حال برگزاری است. شما تصور بکنید که در کابل چه گپ است، در قطر چه نمایش است. من امروز ویدیوی کوتاه اعتراض زنای کابل را دیدم. یک تعداد زنان کابل صاحب آرایشگاه و سالن‌های زیبایی بودند و ای آخرین فرصت شغلی برای زنان کابل بود، از طرف تروریسم و آیسای هدف قرار گرفت. خب این دنیا و عقبا و همچنان این سرنوشت با مردم ما چی میکنه؟ دستجات رنج و عذاب، یعنی سربازای همه دنیا که عبارت از طالبا باشه، به جان مردم افغانستان افتادن. خب چیزی که دیدم در فیلم کوتاه گریه بود و مقاومت، اثر ناتوانی و دیگه هیچ. دروازه سالن‌های آرایشگاه شکسته شد. خب تظاهرات زنان صاحبان سالن‌های آرایشگاه از نهایت مجبوری و تلخی زندگی بود. دست به اعتراض و تظاهرات زدن تا اگر شبه در دل سنگ تروریست ها یک رحم پدید بیاید. خودشان با گلوله و فشار آب دور نگه داشتن، با عملی تروریسم فرمان دادن که قفل سالونا رو بشکنانن و دار ندار از اونا رو بیرون بریزن. من وقتی که دیدم هیچ کسی چیرهای بیا در ذهن ما آمد: شکری بارگزای، ناهید فرید، دیو پتنگ، فاطمه گیلانی، محبوب سراج، تام ویست، خلیل زاد، ریچارد بنت. یعنی یک کشور در چه یک دامی گرفتار شد. جهان اسلام گم و خاصتا او کسایی که سر شانای مردم سوار بودن، شکمایشان پیش آمده بود و همیشه میگفتند که دیوال برلین چپا کردین. حال خودشان زیر در دیوار سرنوشت گمنامی همینطور کمر شکن شدن. خلاصه تمام مفرزه های نیابتی در صحنه هستند و به جان زنان بینوای افغانستان افتادن. در خارج ما شما چی دیدیم؟ جوایز دروغین به شخصیت های دروغین. مردم بر سر شما چی گذشته؟ و هنوز دوام داره. در کابل قرار آماری که یکی از مسئولین داد، 3500 سالون آرایشگاه فعالیت داشت. هر کدامش از $10,000 تا حدود $50,000 سرمایه گذاری شده بود. بر از اینا دفتن به اساس فرمان کرنیل هیبت الله اینا را هشدار دادن، 2 روز وقت دادن که تخلیه کنین. خب این تخلیه گفتنش چه آسان است. هزاران نفر بینان و بیکار شدن. هزاران خانمی که دیگه هیچ کدوم وظیفه نداشت، حال زندگی خود چطور اداره کنه؟ اکثریت از اینا از جور و فساد همین عمله تروریسم اقارب خود، شوهر خود، خانمان خود از دست دادن. خلاصه امروز روز شکستن دروازه های نان و آب زنان کابل بود.
بسیار عجیب وضعیت است. وسیله زنده ماندنشان امکان سیر کردن شکم اطفالشان امروز مصادره کردن. از فرط ناتوانی ناچار عمله میکردن که نکنند. اما عمله شر و فساد طالبانی پیردارای امریکا، مامورین قطر و پاکستان چی میکنن؟ لوله آب مثل تفنگ سرشان میگرفتن، آب میپاشیدن که اونا رو دور بکنن. گزارش که نقل شد از یک منبع، یک خانم بینوا شوهرش در انتحاری طالب از دست داده بود، با دو دخترش در آرایشگاه کار میکرد، دو دخترش کار میکرد، خودش پیر. وقتی که از تعطیلی آرایشگاه خبر شد، خواب بود، دیگه از خواب بلند نشد، سکته کرده بود. دو نانآور، دو دخترش در آرایشگاه مشغول، با اینا چی بکنن حالا؟ ما که دیدم از این زنان کارآفرین و کوشا هیچ مرد حمایت نمیکنه، در زمانش هم نکرد. ذهنیت جامعه تا حد زیاد همسو با طالب است. خب اینجا دیگه ما ایره به عنوان یک شریعت و گپا نمیدانیم، این گپا نیست. ما ایره بخشی از کارزار تروریسم فرهنگی و اقتصادی میدانیم. تصمیم امریکا، تصمیم یوناما، تصمیم پاکستان است. برنامه دارن، چرا این کار میکنن به نظر شما؟ اینا هر قدر که میکنن جنگ انفجار نمیشه از درون، که باز بیاین با بهانه مدیریت انفجار دوباره در افغانستان در یکی از مناطق استراتژیک علنی پایگاه بزنن. کل جنگ سر این پایگاه زدن است. کشورهای منطقه نمیمانه، اونا باید برگردن. ذهن ما امیره میگه ای که شریعت است اسلامی گپای گپای هوایی است. چیزی که من میبینم ماله جامعه جهانی اونم دنیای آزاد با چقدر همون لفاظی و ترهات پردازیش مخالف اصلی زنان مبارز افغانستان در داخل و خارج هستن. منفی زنای پروژه ای، زنای پروژه ای خاص خودشان است. چیزی را که حالا میبینیم در چیز یکی، خب مرد برزد زن است با هر دیدگاهی که هست، والا و قارب خودش هم است و مخالفینیم زنا بودن. من این از روی اطلاعات دقیق میگم، هوایی گنجایش نداره گپ بزنیم. یعنی زن ضد زن یک پدیده بیمار و بسیار وحشتناک در جنگ نیم قرنه افغانستان است. شما بعد از این خبر خواهد شدین که یکی دو روز بعد تئاتر فریب با حضور زنان پروژه‌ای در قطر برام یافته. قطر ببینین، خودش یک کشور نیابتی، مرکز مطالعات منازعه و امور بشر دوستانه قطر. خب با یاد ما باشه کشورهای عربی اینا در نوبودی و ازمهلال مدنیت افغانستان به تو پیشگام هستند. و تاریخ 2 اسد باز چی میگه؟ میگه نشست محرمانه با حضور نمایندگان زن افغانستان در دوحه برگزار میکنند. یعنی که چی شوه؟ گویا از داخل افغانستان هم کسایی رو میبرند. یعنی میخواین شما کودکان و اصلا جمع میکنین شیرینی و چاکلیت میتین. فرهنگ و کار و زندگی را مطلق نابود کردن، حال فقط چاکلیت تقسیم میکنن. دنیا علی افغانستان به این توطئه شریک است.
این صدای ما صدای تاریخ شود. ای خوب به این شکل باز صحنه سازی طالبان رو آیسای ببینین، یک دو شهروند پاکستانی رو آوردن که والا یا از کره جنوبی آمدن، یک موتر اما هنبس سیار آوردن به خاطر از اینکه طالب رویش سفید بکنن. از این پروژه به هزاران تا از این بادخواد دیدین شما. اما زلمه خلیلزاد که مبتکر اصلی سقوط افغانستان بود، حال یک پلان دیگر گرفته. این همزمان با این سوگنامه ای که من برای شما قصه کردم آمده میگه که نشست سران کشورهای شورای همکاری خلیج فارس و پنج کشور آسیای مرکزی به میزبانی عربستان سعودی، شیطان بزرگ متوجه هستید، به همراه اعضای پرتغال یک خط آهن میسازن. ای دیگه ترک دیگه کسا نمیگیره، ایره خلیلزاد اعلان کرده خط آهن میسازن که آسیای مرکزی را با آسیای جنوبی وصل کنه، یعنی از رای پل افغانستان. مدنیت افغانستان از بین بردین، پیرهدارای تروریسم آوردین در کل جای مسلط کردین، اشغال شد، گپ خلاص شد، جمهوریت سقوط کرد، مردم ناامید در هم شکستن. حال تو میایی از آسیای میانه پل میزنی به آسیای جنوبی، باز میگه که باید به همه طرف ها تبریک گفت. ما به همه طرف ها، طرف های منظورم طرف های مردم ماست، ما تسلیت میگیم که چنین توطئه را به طور اعلان شده از زبان خلیلزاد میشنوند. درست است که امریکا و جامعه بین المللی، جامعه بین المللی یعنی کی؟ تو میگی گسترده از استقبال میکنه، جامعه بین المللی کجاست؟ شما در منطقه آسیای قدرت های نوظهور آسیایی اینا شما را میمانن که پل بزنین خط آهن با او هم از رای افغانستان. و افغانستان شما چیزی مانده که باز افغانستان شما را بانه که او خط آهن را تیر بکنی برو با پاکستان. باز خلیزات بسار، یعنی فکر کن که فقط مدیر امی برنامه باشه، میگه افزایش ارتباطات، تجارت، گردشگری، مبادلات آموزشی، سرمایه گذاری و مشارکت بین شورای همکاری خلیج فارس، آسیای مرکزی و آسیای جنوبی بر سه کشور، بر کشورهای منطقه، بر کشورهای سه منطقه مفید خواهد بود. اما اید زمان جمهوری نمیشد که نهادهای نیمه مدنی برپا بود، میلیون ها نفر نگریخته بودند، نسل نو در چای ناامیدی و سر به طالاق نشده بود به وسیله شما. اینی می گپ او وقت یادتان نامد که آله تروریسم بردین تا گستره های آمو جا با جا کردین، آل تی تی پی را هم می برین، آل پل می خواهی تیر کنی. شما مردم عزیز این را ببینین به این دیده درایی. خب شاید شما بگوین که خب بسیار کار خوب است دیگه، یزی کده دیگه چه بهتر، این اولا اقتصاد، تجارت، ارتباطات، چیزی به شما مردم نمانده. اینی میادم چیزی به نام ارتباطات، تجارت، فرصت های گردشگری، مبادلات آموزشی، سرمایه گذاری، چیزی نمانده. حالا میخواه که از مرده کشور، از بین یک کشور مرده ای پل بزنه که چی؟ آسیای مرکزی رو آسیای جو. کل گپ سر آسیای مرکزی است که تا پشت دریای امور رفتن همون طرف نگاه میکنه. خلیزاد چرا خوشحال است؟ من میخاطر است. خب مگر من از شما یک سوال دارم مردم عزیز، شما کسایی که برنامه رو میشنوید مطمئنن که از مقدر تجربه زیاد دارین، خاطرات، مطالعات، دینیمی شرایط
اینا که در حق افغانستان کار کردن، همین خلیلزاد، امی کدام نیرو میتونه، کدام نیرو میتونه به بهای تباهی مدنیت و هستی افغانستان خط آهن بکشه از راه افغانستان تا امریکا به رضایت راهبردی خود برسه؟ شما باور دارین که یا میتونن بکنن این کاره؟ شاید بگوین که کلی چیز پیششان از دیگه آه میکنن دیگه، اونا خطال هر کاری کدن کدن. درست، یک زمان یادتان از کمپانی یونوکال آمد در اوایل دهه 70 خورشیدی به قیمت به خاک و خون کشیدن کل افغانستان، همیت سرنوشت ما را از شمال جنوب گرفته تا شمال و تا شرق و غرب خیشاوه کرد، مگر ناکام ماند. یادتان است ای پلزنی خلیلزاد از آسیای مرکزی به طرف پاکستان ای کامیاب میشه؟ برنامه تاپی یا کاسا، یک هزار چیزایی که دروغ دروغ جور کردن، کجاست؟ در زمان جمهوری چی حال بود؟ کجاست؟ همیش ناکام شد. شما مطمئن باشین که این برنامه به شکل بسیار مزهک خونسا میشه. اینمی سرمایه گذاری های چینه، شما میشنوید که طرفی طرف، اینمی یک دروغ فاقد عینیت از افغانستان. او فقط به صلاح جزیه میده به طالب تا اویغورا را او طرف نگاه بکنه که برش در سر دیگه گپی نیست. چین میفهمه که این کشور صاحبش طالب نیست، نیروهای خفته ای که حال به صلاح سرکوب شدن به نظر نمیان، کس ناپدید نشده، اونا میفهمن. اما خلیلزاد کار خودم میکنه، لذت خودم میبره، میگه کریدورهای تجارتی بین خلیج فارس و آسیای مرکزی، یعنی از طریق افغانستان و پاکستان. خوب خواب دیدین. خب چرا میدان به نظر خودشان بیخی شغالی فکر کردن؟ زن افغانستان رو سرکوب میکنه، نان اولادش هم میگیره، اما خوشحال است که خط تجارت بین آسیای خلیج فارس و آسیای جنوبی وصل میکنه. مردم، ما پشت تاریخ نمیگردیم که تاریخ چی اتفاق افتاده، امی درون ما چی میگه؟ اینمی درون ما، ای که خلیلزاد میگه که همه با وضوح دیدگاه مشترک دارن، ای خو یک دیدگاه، اونمو دیدگاه است که یک مدنیت نوپا، یک نهاد جمهوری، یک ساز، نظام سیاسی را یه آدم تک تک کرد. حال پس با ما نوید میده که تحول در راه است که میتانه استقلال استراتژیک صلح و رفاه تو چی کار کنه. این شخص اید بر روی خود نمیاره که در شعله‌های آتش کی میسوزه. وای تو چه رقمی در افغانستان هم تولد شده، طفل گرسنه و مادرای محتاج و مستی تروریستا پشت سالونا در جادهای کابل، اید بر روی خود نمیاره. خب ای خو ای طرف ماجرا، کجا سو همه دزدا و غدارایی که هم سلای خود دادن، هم خود مفت مجانی تسلیم دادن، هم مادر وطن تحویل دادن، هم دعوای مشارکت دارن. اموایی که لاف می زدن، همواره لاف می زدن که سلا ناموس است. متوجه هستین؟ سلا ناموس است. اونمو سلا را بسیار سهل تحویل دادن که قبلا میگفتن به کسی داده نمیشه. اولتر از همه خودشان ناموس تحویل دادن به سربازهای آیسای. باید خلیلزاد جشن بگیره واقعا، اما جشنش کوتاه مدت است. امید روح و مخم همینطور میگه،
یعنی افغانستان به این طریق قدس رفت؟ آنی سوال است. من میشه به این فکر میکنم، آیا پس گرفته خواهد شد؟ به چه ترتیب؟ یعنی بله نخیرش به کنار، سوال اصلی ما میر عمیقتر است، چه کسانی افغانستان را پس خواهند گرفت؟ چه کسانی؟ و این داستان که ما برای شما قصه کردم در حالت است که آصف علی درانی نماینده ویژه پاکستان در کابل همدم جانی میخونه. ای بود یک سوگ گفتار ای برنامه که من خدمت شما ارائه کردم با امید کاهش غم ها. تا بعد.